جدل لفظی بین آخوندهای رژیم درباره اینکه آیا باید و یا نباید در مذاکرات با ایالات متحده شرکت کرد و پیشنهاد پرزیدنت ترامپ را پذیرفت و به دور میز مذاکره بازگشت، شکاف بزرگ و بزرگتری در داخل حکومت اسلامی ایران ایجاد کرده است. حسن روحانی در سخنان روز چهارشنبه گذشته با نقل قول از آنچه که در دوران امام حسن گذشت گفت که این دومین امام شیعیان نیز در شرایط معینی به آنچه که روحانی آن را خواست مردم نامید تسلیم شد و با دشمن صلح کرد و منظورش آن بود که حکومت اسلامی ایران نیز باید از رفتار امام حسن تقلید کند و به دور میز مذاکرات با ایالات متحده بازگردد. همه آنان قبول دارند که کمر حکومت در اثر ادامه تحریم‌ها شکسته است و چاره‌ای نیست جز آن که به دور میز مذاکره با دولت ترامپ بازگشت. ترامپ بارها گفته و مشاوران امنیتی او بارها تکرار کردند که اگر حکومت ایران این دعوت را نپذیرد و هنگامی که ترامپ دوباره گزیده شود مجازات‌ها و شرایط سنگین‌تری را برای بازگشت مذاکرات با رژیم ایران تعیین خواهد کرد. ولی این واکنش حسن روحانی با واکنش‌های تند و شدید آخوندهای تندروی حکومتی و پیروان و مقلدان علی خامنه‌ای روبرو شد. و اکنون مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارزیابی کرده میگوید که اکثریت مردم ایران از عملکرد دولت حسن روحانی ناراضی هستند و اگر معیار خاص و رأی مردم است پس علی خامنه‌ای باید دستور دهد که حسن روحانی را هزار بار اعدام کنند. و آخوند علم الهدا امام جمعه پرقدرت شهر مذهبی مشهد نیز ادعا می کند که حسن روحانی در این نقل قول از امام حسن تاریخ اسلام را تحریف کرده و آنچه می گوید دروغ است و کسی که اسلام را تحریف کند باید مجازات شود و شاید او را تیرباران و یا اعدام کنند. و همچنین آخوند دیگری به نام محمد کاظم مدرسی میگوید که امام حسن ناچار به پذیرش صلح شد، این یک صلح تحمیلی بود و نباید نمونه‌ای برای حکومت ایران قرار گیرد. علم الهدا میگوید که دوران نخستین اسلام با امروز فرق میکرد. او عملا میخواهد بگوید که امروز حکومت ایران سپاه پاسداران را دارد، نیروهای بسیج را دارد، فاطمیون و زینبیون دارد و انواع و اقسام تروریست های دیگر. مگر فرماندهان سپاه پاسداران تهدید نکرده بودند که هزاران عامل تروریستی در سراسر جهان دارند که می توانند پوزه شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار را به خاک بمالند؟ پس چگونه است که امروز حسن روحانی ادعا می کند که باید با آمریکا وارد مذاکره شد؟ زیرا امام حسن نیست هنگامی که احساس ضعف کرد با دشمن خود به صلح دست زد. علی خامنه‌ای در آخرین سخنان خود گفته بود آنانی که از بازگشت به دور میز مذاکرات با ایالات متحده دم می‌زنند افرادی سفیه، نادان، ترسو و جبون هستند. ولی سخنگوی دفتر
حسن روحانی میگوید چه باید کرد؟ پولی در اختیار ما نمانده و ناچار هستیم برای برداشتن تحریم‌های همه گونه از بانکی و اقتصادی و نظامی و تسلیحاتی و غیره باید با آمریکا وارد گفتگو شویم. ترامپ تهدید کرده است که اگر دیر کنید بازی را می‌بازید و شرایط سخت‌تر خواهد شد. در واقع می‌توان گفت که از نخستین سالی که حکومت اسلامی ایران به قدرت رسید، جدل بین دو جناح حکومت یا جناح‌های مختلف رژیم درباره اینکه آیا باید و یا نباید با آمریکا وارد مذاکره شد جریان داشت. آمدند و سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردند. نتیجه‌اش سالیان دراز تحریم‌های آمریکایی علیه حکومت ایران بود. تحریم‌هایی که میلیاردها دلار به حکومت زیان رساند. بابت گروگانگیری رژیم ایران ناچار شد بیش از 1 میلیارد دلار به ایالات متحده خسارت و غرامت بپردازد و هنوز هم روح الله خمینی ادعا می کرد که آمریکا هیچ غلطی نمی کند و همین سخن را امروز علی خامنه ای می گوید و فرماندهان سپاه پاسداران می گویند و رؤسای کمیسیون های مجلس و خود رئیس مجلس که همگان از سپاه پاسداران هستند و منافع آنان ایجاب می کند که حکومت ایران همچنان در بحران به سر برد و ملت ایران هرگز روی آرامش به خود نگیرد، زیرا اگر دریا آرام گیرد امواج خواهند مرد و سپاه پاسداران خود را موجی می داند که باید برای ادامه زیست خود دریا همیشه متلاطم باقی بماند. روح الله خمینی با دستور اشغال سفارت آمریکا در تهران در واقع می خواست ایران را به انزوا بکشاند، مردم ایران را تنها بگذارد. او گفته بود که دلش می‌خواهد یک دیوار چین در اطراف ایران برپا کند تا از نفوذ بیگانه و از تماس با دنیای خارج محروم باشد. در آن شرایط می‌توانست مردم ایران را مسلمانان بهتری به خیال خیش مبدل سازد. او می‌خواست که مردم ایران تحت تأثیر تمدن‌های خارج از کشور قرار نگیرند و آنچه را که وی فرائض اسلامی و قواعد اسلامی و اصول اسلام می‌دانست به مردم ایران تحمیل کند. خمینی نمی‌دانست و علی خامنه‌ای نیز امروز تجاهل می‌کند که دنیا دنیای ارتباطات است. هیچ کشوری به دور خود نمیتواند حصار چین برپا کند. ملت ایران به انواع منابع خبری و جهانی دسترسی دارد و دقیقاً میداند آنچه که در خارج از ایران و داخل ایران میگذرد و او را نمیتوان تنها و منزوی ساخت. از دیدگاه رژیم تا هنگامی که قطع روابط با ایالات متحده ادامه دارد، آسان‌تر می‌توان به سرکوب مردم ادامه داد. و از این رو علی خامنه‌ای به تقلید از رهبر خود اعلام داشت که هرگز نباید به دور میز مذاکره با آمریکا بازگشت. علی خامنه‌ای هنوز هم توان نظامی و سیاسی و اقتصادی ایالات متحده را در تلاش برای برقراری صلح و آرامش در سراسر جهان و مبارزه با ترور و آدمکشی ناچیز می‌داند و آن را تحقیر می‌کند، ولی اختیارات دولتی به دست حسن روحانی است و اوست که باید خواسته‌های مردم را تأمین کند
و نیازهای حکومت را برآورده سازد و کشور ایران را مدیریت کند، ولی از روز نخست او را نالایق خواندند و چوب لای چرخش گذاشتند، همان گونه که با دولت محمد خاتمی کردند. و امروز که دولت حسن روحانی به پایان خود نزدیک می شود، فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و از جمله باقر قالیباف و همچنین ابراهیم رئیسی وارد کارزار تبلیغاتی می شوند که جای او را بگیرند. برای همگان مسلم است که رئیس جمهوری فردای حکومت ایران یک تن از نمایندگان و فرماندهان پیشین یا کنونی سپاه پاسداران خواهد بود. سپاه پاسداران از دیرباز بر کرسی ریاست جمهوری و همه نهادهای کلیدی حکومت ایران چشم طمع داشت و امروز مرحله به مرحله می‌خواهد که به این هدف خود نزدیک شود و از این رو می‌آیند و روحانیون طرفدار خود، در واقع تعصب گرایان اسلامی را بسیج می‌کنند که حسن روحانی را از هر سو و جهت و زاویه مورد حمله قرار دهند. مگر خود روح الله خمینی از روز نخست نگفته بود که او می‌خواهد اسلام ناب محمدی را دوباره بر سراسر ایران برقرار سازد؟ مگر روح الله خمینی و آخوندهای دیگر و شخص علی خامنه‌ای بارها به رفتار و کردار حضرت محمد و امامان شیعه و حضرت علی استناد نکرده بودند؟ حالا هم حسن روحانی به همین شیوه روی می آورد و او نیز از امام حسن و صلح او با دشمنان سخن می گوید و به طور غیر مستقیم توصیه می کند که ما هم در آستانه شکست قرار داریم، ما هم ضعیف هستیم و شایسته آن است که همانند امام حسن به مذاکره با ایالات متحده بازگردیم. ولی می‌بینیم که چگونه او را مورد حمله قرار می‌دهند. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 3 هفته دیگر انجام می‌گیرد و تا حدود 3 ماه پس از آن نیز دولت پرزیدنت ترامپ همچنان بر قدرت باقی خواهد ماند و احتمال بسیار خوبی نیز وجود دارد که در این انتخابات پرزیدنت ترامپ با اکثریت قابل توجه پیروزی خود را باز یابد و تهدید و اخطار شده است که حکومت ایران باید تلاش کند و شتاب به خرج دهد، وگرنه با شرایط سخت‌تری روبرو خواهد شد. ولی بی اعتنا به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کفگیر حکومت اسلامی ایران به ته دیگ خورده است. همه درهای دنیا به روی آنها بسته شده است. پولی در اختیارشان نمانده، دلاری به کشور وارد نمی شود و هر روز تلاش حکومت برای قاچاق پول به داخل کشور سخت و سخت‌تر می شود و حسن روحانی به امام حسن روی می آورد و متوسل می شود. ولی علم الهدا، ذوالنور، مدرسی و خود خامنه‌ای می گویند که حسن روحانی مسلمان خوبی نیست، تاریخ اسلام را تحریف کرده است. و ببینیم که چه هنگام خود علی خامنه ای دستور نرمش قهرمانانه دوم را می دهد.